درود بر شما دوستان و همراهان، باز هم در خدمت شماییم با یکی دیگر از کلیپ های بسیار مفید و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن. در این درس میخواییم در مورد عبارت های کاربردی و جمله های بسیار مفید که موقع کافی شاپ رفتن یا کافه رفتن مورد استفاده قرار میگیرن صحبت بکنیم، اونها رو با هم تمرین کنیم و با هم خوب یاد بگیریم. دوستان در نظر داشته باشید که تکرار سه باره عبارت ها که یک بار با حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه بیان میشه، یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال، برای این است که شما فرصت کافی برای رونویسی، روخانی و بیان و تکرار عبارت ها و جملات داشته باشید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صدای خودتون گوش بدید تا باعث بشه یادگیری مفید و موثر در شما اتفاق بیفته. پس شما هم حتما همگام باشید، حتما رونویسی بکنید، حتما روخوانی بکنید، حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید که باعث یادگیری شما عزیزان بشه. بسیار خوب دوستان، بپردازیم به عبارت‌های کاربردی و جمله‌های کاربردی موقعی که قراره بریم کافی شاپ. هر کی میاد کافی شاپ آماده باشه، بزن بریم. فرض کنید که ما رفتیم کافه یا یک کافی شاپ یا یک بار. مکالمات احتمالی که ممکنه رخ بده در ادامه برای شما بیان میشه، همچنین همراه با توضیحات لازم. اولین چیزی که از شما ممکنه پرسیده بشه اینی که شما چی میل داری؟ What would you like to drink? What would you like to drink? برای نوشیدن چی میل دارین؟ چی میخواید بنوشید؟ What would you like to drink? یا ممکنه از شما بپرسه What are you having? What are you having؟ یعنی چی میخواید یا چی دارید؟ سفارشتون چیه؟ What are you having؟ What can I get you؟ What can I get you؟ چی میتونم برات بگیرم؟ داره به شما تعارف میکنه. What can I get you? شما میتونید بگید I will have، جای خالی، حالا اون چیزی که میل دارید، مثلا آب پرتقال میخواید، کوکا میخواید، چایی میخواید، قهوه میخواید، هر چیزی که خواستید. Please در ادامه برای اینکه مؤدبانه بشه درخواستمون please به کار میبریم. من نوشابه، چای، قهوه، هر چیزی میخوام لطفا. I will have اون چیزی که میخواید please. Glass of white wine. A glass of white wine. یک لیوان شراب سفید میخوام. A glass of white wine. A glass of red wine. A glass of red wine. دوستان توجه بکنید در مورد تلفظ glass نمیگم گلاس، glass. ببینید بین G و L هیچ صدایی وجود نداره، پس ما هم صدای اضافه نمی کنیم. glass. همچنین در مورد تلفظ wine وقتی که W رو میخواید تلفظ بکنید لبها حالت بوسه هوا خارج میشه. wine. A glass of red wine میشه یک لیوان شراب قرمز. A glass of red wine. An orange juice.
An orange juice. یا پرتقال. An orange juice. A coffee. A coffee. یه قهوه. A coffee. A coke. A coke. اینه که همه میدونید یه کوکا. A coke. A diet coke. دایت یعنی رژیمی، کوک هم که یعنی کوکا. A diet coke میشه یک کوکای رژیمی. A diet coke. Large or small. Large or small. بزرگ یا کوچیک. آقای پیش خدمت به شما میگه یا دوستتون به شما میگه از شما میخواد بپرسه بزرگشو میخواد یا کوچیکشو. Large or small. توجه بکنید دوستان نگفتم small. 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 S صدایی نداره. Small. Large or small. Would you like ice with that? Would you like ice with that? میگه یخم بریزم براتون. باش یخم میخواید. Would you like ice with that? No ice, please. No ice, please. یخ نه لطفا. مشخصه. No ice, please. No ice, please. A little, please. A little, please. کمی یک کمی. A little, please. Lots of ice, please. Lots of ice, please. یه عالم یخ داشته باشه. پر یخ باشه. Lots of ice, please. Lots of ice, please. A beer, please. A beer, please. یه آبجو لطفا. A beer, please. Two beers, please. Two beers, please. دو تا آبجو لطفا. Two beers, please. Three shots of tequila, please. Three shots of tequila, please. سه شات تکیلا لطفا. Three shots of tequila, please. Are you being served? Are you being served? مثلا صاحب رستوران میاد یا گارسون میاد از شما میپرسه آیا به شما خدمت شده؟ این سوال ممکن از شما بپرسه. Are you being served? Are you being served? I am being served. Thanks. I'm being served. Thanks.
بعد شما در پاسخ میگید بله، اومدن از من سوال پرسیدن یا به من کمک کردن، به من خدمت کردن. I'm being served. Thanks. I'm being served. Thanks. Who is next? Who is next? مثلا شما ممکنه تو صف ایستاده باشید که مثلا آبجوتون رو سفارش بدید یا سفارشتون رو بگید، سفارش غذاتون رو بدید. اون کسی که داره غذا سفارش ها رو میگیره میگه بعدی کیه؟ نوبت کیه بعدی؟ Who is next? Who is next? Which wine would you like? Which wine would you like? چه نوع شرابی میخواید؟ چه شرابی میخواید؟ Which wine would you like? Which wine would you like? House wine is fine. House wine is fine. شراب خونگی خوبه. House wine is fine. Which beer would you like? Which beer would you like? چه نوع آبجویی میخواید؟ Which beer would you like? I will have the same, please. I will have the same, please. مثلا فرض بگیرید شما نمیدونید چی میخواید سفارش بدید. رفیقتون یه چیزی سفارش میده، میگید منم همینو میخوام. میگید چی؟ میگید من هم همون رو خواهم داشت، همون رو سفارش میدم. I will have the same, please. I will have the same, please. Nothing for me, thanks. Nothing for me, thanks. مثلا فرض بگیرید هیچی نمیخواید سفارش بدید، پول ندارید مثلا، یا مثلا دو چیز میل ندارید، میگید Nothing for me, thanks. Nothing for me, thanks. I will get these. I will get these. دارید اشاره میکنید مثلا تو منو به عکسی یا اینکه مثلا کسی دیگه چیزی گرفته، میگید از اینا میخوام. I will get these. I will get these. Keep the change. Keep the change. فرض بگیرید خیلی آدم دست و دلبازی هستید، میخواید تیپ بدید، انعام بدید به طرف. میگید بقیهشو نگه دار برای خودت، بقیهش مال خودت. Keep the change. Keep the change. Cheers. Cheers. کاربردهای متفاوتی داره. یکی از کاربرداش موقع نوشیدنه. شما میتونید واقعی که نوشیدنی میخورید به سلامتی طرف وقتی بخواید دعا بکنید، آرزو بکنید، لیواناتونو میزنید به هم یا بطریاتونو میزنید به هم، میگین چیرز، یعنی به سلامتی، چیرز. همچنین در بریتانیا به عنوان خدافزی هم ازش استفاده میشه. چیرز. Whose round is it? Whose round is it? خب فرض بگیرید که حالا میخواید بپرسید که نوبت کیه، یا یک بازیه، میخواید بپرسید که نوبت کیه بازی رو شروع کنه یا بازی رو ادامه بده یا نوبت کیه حساب کنه. از این میتونید استفاده بکنید. Whose round is it? Whose round is it?
بعد شما ممکنه بگید نوبت منه. It is my round. It's my round. It's my round. یا میخواید بگید نوبت توه. It is your round. It's your round. It's your round. خب حالا میخواید یه آبجوی دیگه سفارش بدید. میگید another beer please. Another beer, please. Another beer, please. حالا میخواید دوستتونم مهمون کنید. میگید دو تا آبجوی دیگه لطفا. Another two beers, please. Another two beers, please. Another two beers, please. حالا میخواید سفارش قبلیتون رو تکرار کنید. Same again, please. Same again, please. Same again, please. حالا یه کافه رفتین، میخواییم بهش بپرسید ببینید که هنوزم نوشیدنی سرو میکنن، هنوزم نوشیدنی دارن یا نه. میگید Are you still، دوستان نمیگم still، still serving drinks. درینک هم نگفتم، drinks، drink یا drinks. drinks وقتی که اس جمعیت اشاره به کل نوشیدنی ها یا به حالت عمومی نوشیدنی های مختلف داره. Are you still serving drinks؟ آیا شما هنوز نوشیدنی سرو میکنید؟ نوشیدنی دارید؟ Are you still serving drinks? Are you still serving drinks? Do you have any snacks? Do you have any snacks? دوستان دوباره نگفتم a snack. Snack. Do you have any snacks? Do you have any snacks? Do you have any sandwiches? Do you have any sandwiches? Do you have any sandwiches? Do you serve food? Do you serve food? مثلا توی بار یا کافه که رفتین میخوام ببینین اصلا غذا هم میدن یا فقط نوشیدنیه. Do you serve food? What time does the kitchen close? What time does the kitchen close? What time does the kitchen close? What flavor would you like? What flavor would you like? چه طعمی میخوای؟ What flavor would you like? Would you like anything to eat? Would you like anything to eat? Would you like anything to eat?
Could we see a menu, please? Could we see a menu, please? میشه منو رو ببینیم؟ میشه منوتون رو ببینیم لطفا؟ Could we see a menu, please? Eat in or take away. Eat in or take away. این منظورش داخله. میگه همینجا میخورید یا میخواید ببرید با خودتون. Eat in or take away. Eat in or take away. Do you have internet access here? Do you have internet access here? آیا شما اینجا اینترنت دارید؟ Do you have internet access here? What is the password for the internet? What's the password for the internet? What's the password for the internet? I am never going to drink again. مثلا فرض بگیرید خیلی نوشیدید بعد دیگه قاطی کردید حسابی. حالا پشیمون شدید. میگید I am never going to drink again. هیچ وقت دیگه نوشیدنی نمی نوشم. I am never going to drink again. I'm never going to drink again. I'm never going to drink again. Do you smoke? آیا سیگار میکشی؟ دوستان توجه بکنید اسموک نیست. Smoke. Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? I have given up. I have given up. یعنی چی در گذشته شما ترک کردید و دیگه از اون بعد هم نکشیدید. I've given up. I've given up. Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? آیا مشکلی نیست من سیگار بکشم؟ Do you mind if I smoke? Have you got a light? یا do you have a light? آیا فندک داری؟ هر دو حالت میشه. Have you got a light? Do you have a light? Have you got a light? Do you have a light? بسیار خوب دوستان، عبارت‌ها و اصطلاحات و جملات بسیار کاربردی برای کافی شاپ رفتن بودن که با هم چند تاشون رو مرور کردیم، با هم تمرین کردیم. حتما فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده می‌کنید تمرین بکنید. مهم این است که از روش درست و اصولی تمرین کنید. مهم منابع یادگیری نیست، مهم تکرار هزار باره درس ها نیست، مهم روش اصولی تکرار هاست، مهم تکنیک درست و اصولی است که شما باید در یادگیریتون مد نظر قرار بدید. خواهش مندیم از شما برای این که یادگیری شما مفید و مؤثر باشه طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید. حتما بیان کنید با صدای بلند، صدای خودتون رو حتما ضبط بکنید، به صدای خودتون گوش بدید و مقایسه بکنید با بیان اصلی در درس ها و به خصوص این کلیپ و اشکالاتتون رو در بیارید، اونها رو اصلاح بکنید. حتما با مقایسه کردن که منجر بشه به بهبود بیان شما و
قوای سپیکینگتون. بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی به صاحب خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.